تصور کنین دارین میرین خونه و یهو با یه سگ روبرو میشین. درست جلوتون وایساده، بهتون خیره شده و اخم کرده. بدن سگ آماده ی حرکته. گوشش بلند شده و دندوناشو نشون میده. دو سگ دیگه هم از دو طرفتون ظاهر میشن. یکی دیگه هم از پشت واق واق میکنه. فقط در آمریکا تقریباً سالی 4.5 میلیون مورد گاز گرفتن سگ داریم. حدوداً از 5 مورد گاز گرفتگی یکیشون عفونت میکنه. بعضی از این عفونت ها میتونن مرگاور باشن. خب، باید چیکار کنین؟ چطور باید از دست یه سگ یا یه گله سگ فرار کنین؟ اینجا میخوایم بهتون بگیم چطور از حمله یه سگ جلوگیری کنین. با اینکه بیشتر سگای ولگرد به مردم حمله میکنن، اما بیشتر گازگرفتگی ها به این دلیل اتفاق میفته که سگای خونگی خوب تعلیم ندیده یا مهار نشدن. خیلی از آدما وقتی خواستن از سگ خودشون در برابر بقیه سگا محافظت کنن، گاز گرفته شدن. باید به بچه‌ها یاد بدین از سگای غریبه دوری کنن یا حداقل همیشه برای بازی کردن با یه سگ غریبه اجازه بگیرن. خوشبختانه روش‌های زیادی برای آروم کردن وضعیت متشنج یه سگ یا یه گله سگ وجود داره. چه سگ خیابونی باشه، چه خونگی. قدم اول، آروم باشین. بعضی از سگای خونگی رفتارهای وحشت زده آدم ها مثل داد زدن یا اینور اونور پریدن رو به عنوان رفتارهای خشن برداشت میکنن. تشدید شدن رفتارهای عجیب این سگا به خاطر اینه که با رفتارهای شما تحریک شدن. بعد شروع به پریدن، واق واق کردن یا حتی گاز گرفتن میکنن. به سمت سگ برگردین و بهش پشت نکنین. صاف وایسین و تکون نخورین. با صدای محکم اما آروم بگین نه. قدم دوم، بهش خیره نشین. اگه سگ خونگی و آروم باشه، ارتباط چشمی کاملا امنه و باعث ارتباط دوستانه میشه. اما وقتی سگی رفتار خشونت‌آمیز نشون میده، ارتباط چشمی رو یه چالش تلقی میکنه. به یه سمت دیگه یا به زمین نگاه کنین. قدم سوم، یه وسیله ای رو زمین بذارین. این وسیله میتونه کیف دستی، کوله، لباس یا حتی کفشتون باشه. این وسیله رو روی زمین بین خودتون و سگ قرار بدین. سگ این وسیله رو یه جور سپر یا حفاظ برداشت میکنه. سعی نکنین با این وسیله سگو بزنین. این کار هیچ آسیبی به سگ نمیزنه و برعکس باعث میشه بیشتر عصبانی بشه. قدم چهارم، عقب عقب برین. در حالی که به سگ نگاه میکنین، آروم این حرکت رو انجام بدین. اگه سگم به یه سمت دیگه نگاه کرد و بدنش آروم به نظر می اومد، همینطور آروم ازش دور بشین. بعد 1 یا 2 دقیقه اگه سگ دنبالتون نکرد، با سرعتی عادی ازش دور بشین. اگه این روش ها جواب نداد و سگ بازم بهتون حمله کرد، بازم کارهایی هست که میتونین برای دفاع از خودتون انجام بدین. قدم پنجم، تو خودتون جمع بشین. اینطوری سگ نمیتونه بخشای حساس بدنتون مثل صورت یا شکمتون رو راحت گاز بگیره. با دستتون گوشها و گردنتون رو بپوشونین. دستتون رو مشت کنین تا از انگشتاتون محافظت کنین. اگه یه گله سگ بهتون حمله کرد چی کار باید بکنین؟ خب، روشای دیگه ای هم هست که میتونین امتحانشون کنین. قدم ششم، اسلحه پیدا کنین. اگه دورتون سنگ یا چوبی هست برش دارین و به سمت سگ برتر یا سگ غالب پرت کنین. باید رو سگ تمرکز کنین که گله رو هدایت میکنه. اگه بتونین اون سگو بترسونین، بقیه هم دنبالش میکنن. سعی کنین نذارین هیچ سگی پشتتون قرار بگیره و اگه اونجا سطح بلندی هست به آرومی ازش بالا برین. این شامل وایسادن رو ماشین یا صندوق پستی های بزرگ داخل شهرم میشه. اگه سگ گازتون گرفت، زخمتون رو با آب و صابون بشورید. بهش پماده آنتی بیوتیک بزنین و فوراً به بیمارستان مراجعه کنین که زخمتون عفونت نکنه. برای کاهش درد میتونین یخ و داخل یه حوله یا لیف تمیز و خیس قرار بدین. سگا میتونن خطرناک باشن، اما از نظر علمی اگه آروم باشین و از روشایی که گفتیم استفاده کنین، شانس بالایی برای جلوگیری از حمله یه سگ دارین. حالا از حمله یه سگ نجات پیدا کردین، اما تو جنگل دارین راه میرین و یه دفعه یه گرگ جلوتون ظاهر میشه. حالا باید چی کار کنین؟ خب، این میتونه یه موضوع دیگه توی برنامه دیگه باشه. با مغز باز همراه باشین.